حزب اسلامی آماده کمک مالی و انسانی به آذربایجان در جنگ با ارمنستان هستیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حزب اسلامی افغانستان آماده کمک مالی و انسانی به آذربایجان در جنگ با ارمنستان هستیم. حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرد که این حزب آماده است تا به آذربایجان برای جنگ بر سر منطقه قره‌باغ با ارمنستان نیروهای انسانی بفرستد و کمک مالی کند. حزب اسلامی فرستادن نیرو انسانی و کمک مالی را مشروط به درخواست آذربایجان کرده است. بیشتر رسانه های ارمنستان گزارش داده بودند که گلبدین حکمتیار در توافق با ترکیه به آذربایجان نیرو اعزام می کند تا در نگورنو قره‌باغ بجنگد. امین کریم عضو شورای اجرایی حزب اسلامی روز پنجشنبه 17 میزان سال 1399 گفت که اگر از آنان خواسته شود آماده هستند که به آذربایجان کمک مالی و انسانی کنند. او افزود ملت و دولت افغانستان و همچنین حزب اسلامی در چوکات حمایتی قوانین جهانی از آذربایجان حمایت می کنند. اما تا حال موضوع فرستادن قوا به آذربایجان مطرح نشده است. اگر از ما خواسته شود، نه تنها که ما بلکه تمام ملت از خواست برحق آذربایجان آماده هر گونه همکاری و فداکاری هستیم. این در حالی است که افراد مسلح وابسته به حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار در دهه 90 در حمایت از آذربایجان در منطقه نگورنوی قره‌باغ جنگیدند و آقای حکمتیار هفته گذشته از این خاطرش با افتخار یاد کرد. بر بنیاد گزارش ها آن زمان حدود 5000 شهروند افغانستان درگیری این جنگ شده بودند که نزدیک به 70 تنشان کشته شدند. از طرف هم سخنگوی گروه مسلح جدایی طلبان قره‌باغ بر رادیوی ملی ارمنستان گفته است که بر اساس معلومات استخباراتی آنان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با گلبدین حکمتیار به توافق رسیدند که یک بار دیگر به جنگ نگورنوی قره‌باغ جنگجو بفرستند. بر بنیاد ادعای او، این جنگجویان حزب اسلامی قرار است تا چند روز دیگر به آذربایجان برسند. جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه نگورنوی قره‌باغ به تاریخ 27 سپتامبر آغاز شد که بر اساس گزارش های رسمی تا به حال دست کم 300 تن در این جنگ کشته شدند. در همین حال ارتش پاکستان اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان به اسلام آباد سفر کرده است و با جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ستاد ارتش این کشور دیدار کرده است. بابر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که این دیدار روز پنجشنبه 17 میزان سال 1399 انجام شده و در آن درباره صلح و ثبات در منطقه، مدیریت مرزی میان افغانستان و پاکستان و روند جاری مذاکرات بین الافغانی گفتگو کردند. با گفته او، در این دیدار جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان نیز حضور داشته است. سخنگوی ارتش پاکستان جزئیات بیشتری درباره این دیدار ارائه نکرده است. این در حالی است که آقای خلیلزاد روز گذشته در سخنرانی آنلاین در انستیتوت پرسون دانشگاه شیکاگو گفت که عمران خان جنرال باجوا نقش کمک کننده در روند صلح افغانستان داشتند. او با اشاره به گفتگوهای جاری صلح در قطر میان دولت افغانستان و طالبان گفت:
ما بعد دنبال توافق بین افغانستان و پاکستان به عنوان زمینه صلح داخلی هستیم. زلمه خلیلزاد در این سخنرانی گفت که هر دو کشور موافقت خواهند کرد که اجازه ندهند قلمروشان از سوی افراد گرایان یا گروه هایی که امنیت دو کشور را تضعیف می کنند استفاده شود. با این حال منتقدان در افغانستان و هند رقیب تاریخی پاکستان اسلام آباد را به بازی دوگانه متهم کرده و مدعی‌اند که دستگاه های نظامی و استخباراتی این کشور همچنان از خشونت طالبان و عنوان راه برای اعمال نفوذ در کشور همسایه خود حمایت کرده است. و در عین حال به دنبال اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ناتو میگوید که ماموریتش را در آن کشور با در نظر داشته شرایط به پایان میرساند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست خبری مشترک با صدر اعظم مقدونیه شمالی در بروکسل بر روز پنجشنبه گفت: ما تصمیم گرفتیم که یک جا به افغانستان برویم. درباره تنظیم نیروها در آینده نیز مشترکاً تصمیم گرفته خواهد شد و در زمان مناسب افغانستان را یک جا ترک خواهیم کرد. استولتنبرگ افزود که ناتو در حاضر 12,000 سرباز در افغانستان دارد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. رئیس جمهور ترامپ بر روز چهارشنبه گفت که می خواهد تمام نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند. طالبان از این اعلام آمریکا استقبال کرده، اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که خروج زود هنگام نیروها برای کشورش عواقب منفی خواهد داشت. این در حال است که نریندرا مودی صدر اعظم هند میگوید صلحی که از سوی افغان ها مورد قبول قرار بگیرد برای هند هم قابل قبول است. آقای مودی روز پنجشنبه 8 اکتبر در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دهلی جدید در این مورد سخن گفت. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دهلی جدید آمده است که مودی به عبدالله تعهد کرده است که کشورش از صلح و ثبات دائمی در افغانستان حمایت میکند. آقای مودی افزود که با تأمین صلح در افغانستان فعالیت های تروریستی کمتر می شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.